سلام دوستان عزیز، امروز میخوایم با هم دیگه شفرولا تکثیر بکنیم. اینجا که میبینید ما تو این شفرولا رو توی زمین کاشتیم، هر از گاهی ازش قلمه میگیریم. حالا شما داخل گلدون باشه، هر چی باشه، شما میتونید ازش قلمه رو بگیرید. شفرولای ابلق چه شفرولای سبز هیچ فرقی نمیکنه. این روشی که به شما دارم یاد میدم، هم شفرولاها رو میتونید تکثیر کنید، هم یه سری گیاهایی که اینجوری شاخه دارن، مثل بنجامین، مثل خیلی از گیاهایی که اینجوری تنه دارن، شاخه دارن، میتونید به همین روش تکثیر کنید. خب ابتدا ما به اندازه حدود 30 سانت یا 20 سانت اون قلمه مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم. ببینید به این شکل. بعد میریم برای قلمه زدن و ریشه دار کردن این شفرولا. خب دوستان، اومدیم اینجا، میخوایم ما شفرولا رو تکثیرش رو بهتون آموزش بدیم. گفتم اکثر گیاهانی که اینجوری شاخه دارن رو میتونید به همین روش تکثیر بکنید. خب شفرولا رو به دو طریق میتونید تکثیر بکنید، یکی این که همینجوری در واقع ریشه دارش بکنید، یکی هم یه روش دیگه است که اونم بهتون میگم. خب برای این روش دقیقاً زیر این بند به این شکل یه دونه برش اینجوری میزنید با قیچی یا با کاتر تیز، بعد این برگو تا اونجایی که میخواد بره تو خاک برگاشو کم میکنید. فقط حواستون باشه که حتما تعداد برگ زیادی نباشه. مثلا یهو شما مثلا یه شاخه یه متری رو بردارید بکنید توی در واقع ماسه یا پلیت بخواید ریشه دارش بکنید، اون قطعا حتما پژمرده میشه و خدمتتون عرض شود که از بین میره. برای این ما میگیم مقدار کوتاه انتخاب بکنید که اون چون ریشه نداره بتونه مواد غذایی برای اینا رو تأمین بکنه. خب پس ما یه شاخه حدود 20 سانت 15 سانت نهایت 30 سانت انتخاب کنیم که 3 4 تا برگ بیشتر نداشته باشه. خب بذار من اینا رو هم برای شما درست بکنم. برگ اضافیش اینجا میذارم، اینجا هم برش میزنیم، این یکی هم بذاریم که به اون روش دیگه ای که گفتم براتون به اون روش تکثیر. خب برگ اضافی رو من اینجا بذارم. خب برای اینکه اینا ریشه دار بکنیم یه گلدون احتیاج داریم و بستر. بسترش ما از ماسه استفاده میکنیم چون شمال هستیم. ماسه بسیار بستر عالیه برای اینکه گیاه ریشه دار بکنید. حالا از پلیت میتونید استفاده کنید. پلیت چیه؟ اون دانه های سفید ریز هستن که برای قلمه زدن اینو استفاده میکنن، اسمش پلیته. خب ما ماسه رو داخل این می‌ریزیم. حواستون باشه هیچ چیزی با ماسه قاطی نکنید، خاک یا نمی‌دونم کود، اینا نباید قاطی بشه، به خاطر اینکه اونا باعث میشن که قارچ بگیره، باعث میشن پوسیده بشه و مواد غذایی، چون مواد غذایی داخل اون بستر هست، گیاهو تنبل میکنه، گیاه زیاد ریشه نمیزنه. چون مواد غذایی اینجا در اختیارش قرار میدی، به خاطر اون گیاه دیگه تلاش نمیکنه که ریشه زیادی بزنه. پس باید بستری که انتخاب میکنید برای ریشه زدن، برای قلمه زنی، حتما بستر مواد غذایی خیلی جزئی یا اصلا نداشته باشه. حتی شما توی آب هم اینا بندازید ریشه میده، ولی اینجوری ریشه خیلی خوبی میده. خب خاک بعد از اینکه ریختید، شما میتونید توی یه گلدون چند تا بزنید، میتونید هم به صورت تکی بزنید که ما اینجا چون گلخونه دار هستیم، برای اینکه فضای زیادی اشغال نکنه، یه دونه رو توی چند تا گلدون میزنیم، توی یه گلدون چند تا قلمه میزنیم که فضای کمتری اشغال بکنه. به این شکل فرو میکنیم تا تقریبا حدود یه انگوش یا اندازه دو تا بند دیگه، دو تا بندی که داره، چون از روی این بندا شروع میکنه ریشه زدن، ریشه رو دقیقاً بغل این بندا میزنه. خب اگر شما بخواید مثلا امغزش رو بکنید داخل خاک، احتمال ریشه زنیش کمتر میشه. بهتره که دو تا بند حداقل داخل خاک بره. خب ده همین راحتی. بعد از اینکه اینو قلمه رو زدید، قشنگ آب میدید. خدمتتون عرض شود که قشنگ سیر آب میدید و هر سری سطح خاکش دیدید رطوبتش رو داره از دست میده، مجدد بهش آب بدید. خب من یه دونه قبلا کاشتم که الان ریشه داده، اینو برای شما در میارم. ببینید اگر مشاهده کنید قشنگ فوکوس بشه روش. خب این ریشه یه که داده تقریبا یک ماهه، هرچقدر بیشتر بمونه شما میتونید در واقع ریشه بیشتری میده. خب حالا ما اینو بعد از اینکه این ریشه داد، شما در میارید و توی خاک مناسبش میکارید. حالا اینو ما فعلا میذاریم اینجا،
اون یکی روش هم من بهتون آموزش بدم. خب روش دیگه قلمه زدن شفرولا به این شکله که شما از طریق برگ تکثیرش میکنید. ببینید من براتون درست کنم چند تا. خب از طریق برگ، ببینید برگ تنها، برگ اینجوری ریشه نمیزنه، حتما باید یه تیکه از ساقه همراهش باشه، یه دونه بند باشه که از اینجا شروع کنه ریشه زدن. خب شما برای اینکه ریشه زاییتون موفق و موفق باشه، شما دو تا بند انتخاب کنید به این شکل. یه دونه بندو که زیرش اینجوری قریب میزنین و یه بندم که خودشه همینجوری اینو داخل خاک، ببینید به این شکل داخل خاک فرو میکنید. آه بعد از اینکه اینجوری شد، بذار اینم من بزنم اینجا، یکی هم بزنم. ببینید اینجوری هم میشه، یه دونه ریشه میده، ولی حالا برای اینکه درصد ریشه زنیتون 100% باشه، شما دو تا بند انتخاب کنید به این شکل. شاید بگید این گلدون کوچیکه برای این همه، نه دوستان، شما فقط میخواین این ریشه بزنه برای شما دیگه، اون سایز گلدون مهم نیست، چون بعدن شما اینو در میارید توی گلدون میکارید. خب این در واقع تکثیر گیاه شفرولا بود که من بهتون آموزش دادم و خیلی راحت از این طریق میتونید شفرولا رو تکثیر بکنید. شفرولا یه گیاه آپارتمانیه، بسیار مقاومه، ابلغش نور بیشتری احتیاج داره، سبزش نور کمتری احتیاج داره و اینکه توی اکثر خاک هم به راحتی در واقع رشد میکنه. بهترین خاک برای نگهداری اینم مخلوطی از پوست برنج و خاک باغچه و برگ و کود حیوانیه، یعنی بعد از اینکه ریشه دار شد. خب بعد از گذشت حدود 2 ماه قشنگ شفرولای ما ریشه زده و الان وقت اینه که توی یه خاک غنی‌تر بکارین، توی خاک برگ. خب همونطور که میبینید شفرولاها رو همه رو کاشتیم داخل گلدون. فقط توجه داشته باشید داخل گلدون های سایز بزرگ نکارید، گلدون با دهنه 12 تا 14 سانت بکارید که اونجا بتونه ریشه پر کنه و زودتر جوونه بزنه. ببینید اینه که از برگ تکثیر شدن اکثرا همه دارن جوونه میزنن، اونایی هم که نزدن هم به زودی میزنن، یعنی اینجوری نیست که نزنن. ببینید همشون دارن جوونه میزنن. خب اینم از شفرولامون که از طریق برگ تکثیر شده بود، برگ پایینش رو بعد از مدتی زدیم و کلن حدود 5-6 ماه طول کشیده که به این اندازه در اومده. مرسی از اینکه با ما همراه بودید، اگر سوالی دارید در خدمت شما هستم.